های بچه ها، امروز یکم زود شروع کردم چون که گفتم رموس ساعت 12 میخواد بیاد دنبال من، با هم بریم به یه جشنی و گفتم 12 به وقت ما، حالا ممکنه وسطش هم بیاد، ولی گفتم وسطش بیاد حداقل آخراش باشه من با شما یکم صحبت کرده باشم. این عنابه چقدر هم خوشمزه شده، عنابای راهله، بلغورای راهله، بعدش یه چای قرمز هم بریزیم بر خودمون. این چایی رو خیلی جالبه، اصلا خیلی این خصوصیت خوبه که هر کسی هر چی احتیاج نداره میذاره دم سطل آشغال، اونجا جایی که هستش اینجوری یه جای قفسه مانندم داره، قفسه مانند برده دیگه نمیدونم. بعدش اینم باشه اینجا یه سرد بشه، اینم بیاد اینجا خوشگله. اول عنابو بخوریم. های به بایدو وای وای وای، مرسی مرسی. بعدش اصلا میانی چی کار میکنم، این رو میزنم میزنم این برتر، اول این امنا برای میارم میزنم و بعد ماه رمضان شروع شد، ماه مزاحم. قاتل علی اون جزم چی دختره کی بود؟ قطاب بود، قطان بود. قطاب یه دختر خوشگلی هم بود که توی فیلم امام علی ضد علی بود. فهم داری نهار میخوایی ها؟ تازه از آن بلاک اومده بیرون، مثلا میخوام مؤدب باشه. قطامه آها، این هم میره این بر بچه ها. یک کاری بکنید که از این لباس هایی که این هم چیز داده به من، اینو فرشته داده، اینو این لباس ها سیما داده، هر دوتاشون هم چیکار کردن؟ اسلیو معده کردن، همینطور لباساشون رو میدن به من چاق. ما میگیم بده باشه، من قاتل شوهر هستم، قاتل شوهرم هستم. باشه علی، برید به همه بگی از منم بترسید، کسی که یه بار آدم کش دفعه دیگه هم میکشه، یادتون باشه. اسلی باره اسلی اسلی باید کنم انگلیسی شو برای برم سرچ کنم. چقدر قشنگ لباست، مرسی. این از فرشته است، فرشته دیگه. آره فکر کنم انقدر لباس برای من فرستادم، فرشته یا شری، شری یا فرشته نمیدونم، یکی از این دوتا. بچه ها این عناب رو دیگه دیشب داشتم همینطور تموم میکردم، گفتم بابا بذارم برای صبح، برای صبح خانه گذاشته بودم، نه سوتی هم نبستم. این خودش سفته، این خودش سفته. نمیترسیم، انتقام میگیرم. بگیر انتقام، خیلی خوبه. انتقام یعنی حرکت، انتقام یعنی یه بودی در شما نبود شده، دارید تلاش میکنید اون بود خودتون رو به دست بیارید. خیلی خوبه، تلاش کن.
زیبای دوست داشتم. خداییش تا حالا چیزی برای خودت خریدی؟ باید فکر کنه، یادم نمیاد. ببینم چه برای خودم خریدم، یادم نمیاد. اصلا من همیشه از خرید بدم میمن. فقط یه بار یکی از بچه ها گفت باید کفش بخری، یه پولی که داده بود، مثل این کفشه که این اواخر هم خریدم نپوشیدمشم. پولش رو من ندادم که اونا دادن دیگه. بعد گفتم بابا من کفش باید خودم بپوشم، باید ببینم چیه چجوری، نمیخوام شما برای من اینجوری کفش بخرید. 100 یورو داد، من رفتم یه کفش خریدم، کفش پیاده روی. با چقدرم سخت بود این خریده، آی سب کنید، آی چقدرم سخت بود، اینقدر بدم میاد از خرید. با احمد بودم، گفتم احمد باید این کفش رو بخرم، این پوله رو نمیتونم استفاده دیگه ای بکنم. بعدش هم کفش هم نداشتم، 5 سال، چند سال بود کفش نخریده بودم. اون آخرین کفشم شد 5 سال پیش خریده بودم دیگه، انقدر پوشیدم پوشیدم، درست شد 99 یورو و 99 سنت، یه سنت کمتر به من، یه سنتش موند. افسون بود، پولشو داده بود. بعد خیلی کفش خوبی، خیلی کفش همه جا میپوشیدم دیگه، پا یعنی الان خودش خوبه، بازم همونو میپوشم ولی روش یه سوراخ شده. حالا این کفش دیگه نپوشیدیم، خریدیمش. اینکه برای خودم چیز خریده باشم باید فکر کنم. آه خیلی، وای وای وای، این چای چقدر خوب شد. چاییه توش سیب داره، پرتقال داره، چی چی داره. پیش کدوم آذر فوقی نه دعوتمون نکرد. زیبا انابه چطور درست کرده؟ هیچ، خیس کردم کمپودش نیست که، خیس کردم، خیس کردم. پریشب خیس کردم گذاشتم توی یخچال. صبح به رما گفتم رمو ولش کنیم دیگه، بارون میاد. گفت نه تو ساختمون که بارون نمیاد، ساختمون جشن فلان. من که تیکت تو خریدم، تیکت هم میشه نزدیک 7 یورو، تیکت روزانه ها، گفت خریدم. بعد خیلی هم جالبه، امشب خدا میاد، این جایی هم که جشن هست نزدیک خونه احمده. گفتم احمد از اونجا میام پیش تو، من میمونم، بعد تیکت رو میدم، بده تیکت از اوناس که میشه، تیکت رو میدم ببر به هدا، هدا دیگه تیکت نخره. اینم هدیه رمو براش میشه که میخواد بره پیش رمو. از آذر رفت کنم خبری نه. فقط آب ریختم، آره فقط آب ریختم، تو انا فقط آب خیس کردم. انجیرم فقط آب میرسم دیگه، انجیرم که بخوام خیس کنم. حبیب چی شد؟ حبیب حبیبیان 91 سالش بود یا اون یکی حبیب؟ همه حبیبا از من فرار کردن، هر کدومشو بگید فراریم. مواظب نیمچه آبروشون هستن که اونم نره بازی با ناوک. چه گردنبند خوشگلی، آره این گردنبند مال کی بود؟ کی داده بود؟ آه مسی، اینو یادمه دیگه. مسی این دمپایی هایی که من میپوشم طبیه، 120 یورو قیمتشه، خودش خریده بود. بعد وقتی که اینا رو به من نشون داد، بعد گفتم که باش چون طبی و این چیزاست. بعد
باز که کردم دیدم دو تا گردن بند خیلی خوشگل، یکی این یکی سبز. بازار چکینه ایه باشه دیگه. ما میگیم هرچی دوست داری بگو، آزادی نظراتتو بگو، بعد که گفتی مسائلم پیش میاد. انو فقط 10 عدد در روز، بعدم بعد جور فشار میاره پایین. بس بقیه نخورم اینا مونده. باشه اینا که فعلا 20 عدد شد. انرژی تو دوست دارم، خوشحالم. رفتم هم تو لایو، تازه بیدار شده بودم، آنلاین هم تازه شده بودم، ورزشم رو کرده بودم، خواستم لباس عوض کرده بودم، خواستم امروز لایو رو زودتر بذارم. دیدم وحید لایو داره، رفته تو جنگل باری کلو. نه امروز از نام، نه امروز این لونا رو میخوام بخورم. چه خوبه. حالا جشنم دعوتیم دیگه، اونجا احتمالا نمیدم غذایی چیزی نمیدم، غذا نباشه هم اشکال نداره. بریم ببینیم که رمو چی میگه. همیشه جایی که رمو منو برده همیشه خوب بوده، جالب بوده. سیادونه، سیادونه، بعدش یکم هم زیره، بعدش گردوهای این آقای دیروز همه رو شکوندم، همه که چقدر بود کلش به قول معروف 10-12 تا گردو. دوستان زیبا رو حمایت کنید. چجوری؟ جوره حمایت هم کنه. نه ماجد بلا اینجا بلاکش نکردم، تو اون پیج سمیرا بلاکش کردم، اینجا یادم رفته بلاکش کنم، منتظرم پیام بده بلاکش کنم. ببین کسی که فوش میده من بلاکش نمی کنم، ولی کسی که هی یه حرفو مثلا کسایی که تبلیغات میکنن من بلاک میکنم، هی میاد تبلیغات، یه تبلیغ رو 10 بارم میاد مطرح میکنم، با ول کن دیگه، نمیدونم ترک اعتیاد، نمیدونم آرایش، نمیدونم چی 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 چی، ول کن دیگه. میای اینجا
این پسره که آمبلاک شده موسیه، نمیدونم چی چی یادم نیست اسمش، سحر چقدر دوستش داره. سحر رفته آمبلاکش کرده، من آمبلاکت نکردم، سحر کردم. اومد گفت زیبا این 3 روزش گذشته، من میرم آمبلاکش میکنم. خدا هم نگاه تو نمیکنه، خوشحال باش، بهتر. خدا یه نگاهت بکنه یه بلای سرت میاد. چی میخوای نه خدا نگاهت کنه؟ همون روابطی که داری بهت نگاه کنه بهتر از همه است. وقتی ها دیدی چی کار کردم؟ دیدم 2 تا زنجبیل مونده خراب نشه، کپک نزنه. بعد آوردم ریختم تو عسل، یه ذره عسل هم مونده بود، انقدر اینا رو ریختم، انقدر خوب آبم داده تو عسلم، خیلی خوب. حالا همینا رو میریزیم همینطور تو هر چیزی میخورم. زنجبیل بلغورم خیلی خوب شده با این زنجبیل و عسله. زیبا چطور دیدی؟ خدا امشب میاد، بلیتش ساعت 8 شب. بعد پیش من نمیاد، پیش من نمیاد، گفت میخوام برم پیش احمد. گفتم باشه. گفت یه مقدار اصلا احساس دوست دارم که یه ذره استراحت کنم. گفتم خوبه، حالا شاید اصلا نخواد که اصلا منو ببینه. خب ما که امشب همدیگر رو حالا کوتاه ممکنه ببینیم همدیگر رو، ولی احتمال اینکه من برگردم و هدا بمونه پیش احمد زیاده. بچه ها من چقدر روزه گرفتم تو زندگیم؟ زندان که بودم، وقتی زینب شدم با خودم عهد کردم تا زمانی که آزاد بشم روزه بگیرم، و تا روز آزادیم روزه بودم. بعد نزدیک 1.5 سال بود، 1.5 سال من پشت سر هم روزه میگرفتم، فقط مواقعی که پریود می شدم اون موقع هم که روزه نمی گرفتم. اون موقع هم که انقدر یه بیمیل به غذا شده بودم، یه دوره ریاضتی بود برای خودمون دادیم،
بعد جالبم اینجا بود که چون با خودم عهد کرده بودم تا موقعی که آزاد بشم روزه میگیرم، همون روز آزادیم پریود شدم. دیگه روزه نگرفتیم. زیره بزنیم روش. اعتصاب غذا نه، من طرفدار شدید نظام بودم دیگه، چه اعتصاب غذایی بکنم؟ من انقدر طرفدار نظام شده بودم که دیگه اصلا اومدن رفتم چی میگن همش دیگه نمیدونم انگشتر از شوهر اعدامی مو دادم دفتر رهبری، رفتم حوزه علمیه، بعد رفتم با جانباز ازدواج کنم، بعدش اسمم رو زینب کردم. اسم من تو شناسنامه که زینب نبود. کردم. به شدت طرفدار نظام بودم. اعتصاب قضا رو کسی میکنه که مبارزه با نظام میخواد بکنه، نه با من که موافق نظام بودم. موافق که نه، عاشقش شده بودم. جونم رو میخواستم برای یه لحظه عمر خمینی بدم، چه خوب شد که ندادم. رفتم جبهه ها، بخوام برم جبهه ها خوبه که اون زمان رو قبول نمی کردن. بعدن زنان کماندو مماندو هم درست کردن، ولی اون موقع تازه کجاست؟ برای همین ما روزه انقدر روزه گرفته بودم و بعدم از زندانم اومده بودم باز انقدر روزه می گرفتم، همیشه روزه غذا که نداشتم هیچ هدیه می کردم به شهید بهشتی، به نمیدونم شهید قنبازی بمبازی بمبازی، همینطور هدیه می کردم. دوران ریاضت من زیاد بود. عهد کرده بودم غسل جمعه بکنم. حموم آب گرم نداشتیم، با آب یخ اوین من قسل میکردم، تمام این پاهام بعدش کبود میشد از سرما. کف پاهام گفتم نه، من مستحبم باید انجام بدم. نماز شب رو به خودم واجب کرده بودم، گفته بودم نماز شب رو خدا به پیغمبر واجب کرده، نه خدا به منم واجبه، منم برای خودم واجب میکنم. ساعت 2:30 شب اون نماز شب سخت، وای اللهم منم نمننم نمننم نمنن، ای 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 با. اونقدر بیخوابی کشیدیم. خوب شد رفتم مکه، یه ذره بیدار شدم. احمد پیام داد
گفت زیبا رفتم پاساتو گرفتم، پاسپورتاتو. اما دیگه ما لایو منو میبینی چی بگم بهت دیگه، نمیذاری که دور ببوسم که. امروز پاسپورت های منم گرفته شده. بهترین جای دنیاست مکه، قربونش بری باش، ما که قربونش نمیریم. ولی برو اونجا تا بفهمی که بهترین جای دنیا چیه. بیدار شو. سوریه هم رفتم، رفتم ببینیم این زینبی که رو من تأثیر گذاشته بود که من اسمشو زینب بذارم کیه. خیلی خوبه آدم به عمق یه سری چیزا فکر کنه. زیره ها رو خوردم، هیچی رو زمین نمونده. بلغوره رو بخوریم، جایه رو بخوریم. اینم هی لیز میخوره به خاطر اینکه این لباس ما جیرس هست. خب باش مثلا استفاده نمیکنه. حس میکنم چی چی نسبت نفهمید. فریده فلان میزنم لیست بزن، اکسیرم گذاشته در رابطه با لیست زده. آفرین آفرین، چه عکس خانم خیلی متشخصی رو گذاشته تو پروفایلش، میگه میزنم لیست بزن. چقدر اوپن مایند. آفرین، باشه بیا بزن، راه برای همه باز. از وحید چرا نمیگی؟ وحید لایو داشت دیگه تو جنگل. رفتم تو لایوش، رفتم تو لایو. چی بگم، یه ضربی باش اونجا حرف زدم. برای شما بگم خیلی خوشم اومد، این خانم خیلی اوپن مایند بود. وافرین، آخه خیلی به پروفایلش خیلی اصلا چقدر خوبه. البته بچه من یه چیزی بهتون میگم، بازم یه چیزی یادم، این آقای فانی که آقای فانی شوهر خواهر شوهر من بود، یعنی داماد جمالینا بود، این وزیر معاون وزیر آموزش پرورش در اون زمان بود. اینا هم از اون مذهب، یا خود زهرا شیر محمدی هم مسئول نمیدونم کجا، مدیر مدرسه فلان و مسئول آموزش و نمیدونم چی چی از اینا، بعد چادری های فلان. ولی واقعا زهرا رو من دوست داشتم، زهرا خواهر جمال من دوست داشتم. حالا آقای فانی خیلی بدم میمد، خیلی بدم میمد، ولی زهرا رو خواهر شوهرم خیلی دوست داشتم، الان هم دوستش دارم، همیشه براش احترام قائلم. حتی رفته بودم کتاب زینب رو بهش دادم، گفتم که من دارم اینا رو مینویسم. آقای فانی همیشه اینجوری، هیچ وقت به زنها نگاه نمیکرد. اگرم ما سوار ماشینش میشدیم، حرف که میزد اولا بسیار کم با زن حرف میزد، بعدش هم اینکه اعصاب آدم خورد میشد از اینجور رفتارش. خب حالا کار ندارم، یه خواهر داشت. یه روز ما رفتیم توی مهمونی خواهرش، از اون چادری و این چنینی
این چادر رو کنار زده بود، یک آرایش و یک باور کنی پاشد این تو اون جلسه زنونه یه اداهایی در ورد با این لبش و با این یک سکسی بازی های. من تو گفتم زهرا همین اصلا نمیدور، گفتم خواهر آقای فانی بودا. من که اون موقع، البته من اون موقع زینب بودم دیگه، الان بودم گفتم در بیار باشه باشه بخور بزن، همین خانومه که یادش کرد بزن چی چی گفت، گفت چی بزن لیست بزنم لیست بزنی، آره ما میگفتیم بزن لیست بزنیم چی 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 از این. الان دیگه با اینا رو بلدم، الان دارم از شما یاد میگیرم. اوه این زنه اسمش هم یادم رفته بود، یک اینجوری از این چادری و اینطوری بود، یک اداعتبارای در ورد که من نتونستم تو اون جلسه بمونم. یعنی با اون افکار زینبی من ازش ترسیدم، گفتم بابا این با لباش با این اداعتباراش الانه که دیگه همه رو هستن دیگه از دم ما به زور باش با همسرمون داریم، اون هم در یک رابطه فانتزیه عزیزم یکی بشیم و هماغوشیه نمیدونم آنچنانی عاشقانه پاشقانه سکسی پکسی و اینا چی؟ باید یاد بگیریم بابا، الان اگه اون باشه با چقدر ترسیدم از اون جلسه، من از خواهر آقای فانی. یه بارم با یه خانمی آشنا شدم، این چیه نجات پیدا دندونم داشت در می اومد، سن هاردان بردن جتن و را اردن بردن چپه یوله. یه بارم با یه زن حاجی لاری حاج اسماعیل با الان بگم پوت کرده، این زامن من شد، ضمانت وثیقه گذاشتهش که چون نمیدونم وثیقه چه شرایطی داشت که مال بابامو قبول نمیکردن، باید یه نفر دیگه ایم شد نمیدونم چی. بابام گفتش که حاج اسماعیل حاجی لاری انقدر تو رو دوست داره، نامه های تو رو خونده، من نامه می نوشتم از زندان، نامه های انقدری ولی توش پر میکردم شعرهای عرفانی پرفانی از این چیزایی که من برگشتم به سوی خدا و دم دارم دیم دم 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 دارم. راهل واقعا این بلغورت خیلی خوبه، به خصوص با این زنجبیل و با این بعد این زامن ما میشه و ما میام بیرون میگه که من خیلی خوشم اومده از افکار تو، میخوام زینب رو ببینم. منم دوست بابام بود و با هم دوست شدیم، نماز جمعه برو حاج اسماعیل آقا زیبا قزم سن اصلا بیر آیرسا سن بیر داناسا سنین تچین بیر الله تانیان یخته، یعنی مثل تو خداشناس وجود نداره. حاجی لاری حاج اسماعیل آقا هر جمعه ها میمد دنبال من یا قرار میذاشتیم با هم میرفتیم مسجد چیز نماز جمعه، از اونجا میرفتیم همش کارای عبادی. یه روزی با آجان میگه، آجان به آجان بابای من میگه که من 3 تا دختر دارم یه پسر، تو 4 تا دختر داری 2 تا پسر، من حاضرم 3 تا دخترم رو به تو بدم، این زینب رو بدی به من. میخندید همیشه میگفت این 3 تا دختر منو بگیرین و بده، اینقدر که من اینا دوستش دارم. بعدم فهمید که
بعد از اینکه ما اومدیم آلبان گفت خطر از میخه گوشم رد شد، خوب شد که این بدبد دختر من نشد. وای 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 öldüre abrım da o abrım da galazade cedezade yahsoldu çe bu benim kızım olmak. Ama hala ریزم ترکی وسط حرف زدم. حاج اسماعیل آقا من دیگه تون تون و مغازه فرش فروشی داشت. من تون کجا؟ خیابون شادمان. شادمان از ستارخان که میرفتی میدون توحید بعد میرفتی نمیدونم شادمان چی 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 میمده پایین اونجا مغازه داشت. مغازش حاجی لاری. فرش حاجی لاری. ما هی میرفتیم اونجا. بعدش دیگه وقتی هم من با جمال ازدواج کردم تنها کسی شد که با ما ارتباط داشت. بابام هم اومد بهش گفتش که تو رو چون خیلی دوست داره زینب، اگر هر چی که تو مثلا پیش تو من حاضرم بهت بگم که اگر این از این طلاق بگیره تو شاهد باش که من همه چی به این میدم. حالا کار نداریم. یه روزی من رفتم مغازش، تون تون میرفتم مغازش دیگه. کسی بود که دیگه ما رابطمون خیلی با هم صمیمی شده بود، البته رابطه اسلامی و اسلامی. بعد یه روز رفتم من تو مغازه دیدم یه زنی اومده. حالا اینو تو کتاب صرف کنیم. این کتاب زینب یه بخشش هست در رابطه با حاجی لاری و زهرای فاحشه. هم براتون میخوام بگم اونم. بعد خود این قسمت رو هم برداشتم به صورت یک کلیپ کردم بچه ها خوندن. حاجی لاری عکساش رو یکی از دوستای من گرفت، من برای این چیز میخواستم. بعد این دوست من گفت نه حریم خصوصی، من به من گفته به زیبا نده. نداد دیگه، ما حالا نتونستیم بذاریم. خاک به سر اون دوست من رو بکنن که رفت تا با اون حرف زد طرف اون شد. بل کنیم آره. حسن فرکی بود اسمش. از اون کسایی بود که مثلا ما منتظریم به زیبا بیا زیبا نابک بیاد ایران و اینو نایمده زایید. بل کنیم آره. کار نداریم. حسن فرک بابا نزدیک شدن به زیبا نابک همینطوری نیستش که. هر کی نزدیک شده پدرش در اومده. ما رفتیم یه مغازه حاجی لاری که مثلا این مرد مومن و فلان و نم یه زن اومده. حاجی آقا اون فرشی که میخواستید بدید به ما بیارید خونه ما، این زنه یک عدوات فروی در میاد. من همونجا نگاه کردم، همونجا یه دفعه دیدم ای این حاجی لاری مومن ما یه شخصیت دیگه داره. من اصلا چشمام داشت، گفتم ای این همون حاجی لاری دوست چندین ساله منه. گفت بله جانم فلو بیر حللن مللنه، به ترکی چی میگن؟ حلن ماخ مللن ماخ میکرد با این، یه لاسی با این میزد. من چشمام اینجوری مونده بود، گفتم ای این همه حاجی لاری ماست، این حاجی لاری چند سالی ما، این چرا اینجوری داره حرف میزنه با این زنه؟ جانم مانم نمیدونم، حتما شما به من اصلا یه شخصیت دیگه شده بود. این رفتشو گفتم این حاجی لاری حاج اسماعیل آقا، حاج اسماعیل آقا من میگفتم خیلی جالب بود رفتارتون با این، من تا حالا اصلا شما رو اینجوری ندیده بودم. نه من حالا کار ندارم، توجیه کرد. گفتم من این زنم هم میخوام با آشنا بشم باش، میشه که به من شمارشو بدید فلان و اینا، من باش آشنا بشم. خلاصه من یه یادم نیست دقیقا با این زن دوست شدم، زهرای فاحشه. بعدم فهمیدم
چشم شما روز بعد نبینه. یه بارم من اینو آوردم توی خونمون، مامانم داشت جرم میداد، گفت بنا بردان جوت فلت اصلا هم بنا چپنگ زه هرچه هستین بلا ایاغون آشتن با ایوه ایتن گزه من سنگا بابنه بو بیرسن چیم ده بو بو زندانه جره چقدر سنشی بلا بلا. آه یه کارفایی زد ماما، گفتم مامان بابا این دوست منه، گفت چست سسه به چست سسه به منم دوستم مستم به به فلان من آدم جورتن پستانی ارم بنن ایاقی برا جلمیه دار بوده چخاب بله برده. آقا یک بلایی مامان من سرم آورد که این زن نباید اینجا بیاد. اینو یه بار آورد باش دوست شده بودم دیگه، یه بارم آورده بودم تو مهمونی، گفتم آقای نشسته بود تو مهمونی، من گفتم مردم از کجا میفهمن این فاحش از آخه چجوری مردم میفهمن؟ اون موقع خیلی من بیغ بودم، الان یه ذره تجربه هم زیاد شد. آخه خودم هم اصلا کلی به قول معروف اینا که نخ میدن، به قول معروف دیگه ما کلی چیزا یاد گرفتیم دیگه از اینا، خودم هم باهاشون دیگه دارم میخوام آموزشم ببینم دیگه، آموزشم دیدم ازشون. هر کی اومد پیش من نشه زینب خانم جنرتی کن میمدن گوشی من بزنده خانم سیزین دوست دوسته. من گفت شما چرا اینجوری صحبت میکنین بابا؟ ای بای بچه آخه بو معلوم دوتا بابا، بو معلوم دوتا بابا، من آخر همون جام تو اون مهمونی. آقا گفتیم زهر رو بلند شو. اما بچه رابطه خودم رو با زهر رو تو اینجا نوشتم، اینقدر خودم ازش میترسیدم وقتی میرفتم خونش، اینقدر میترسیدم از مرد، اینقدر نمیترسیدم که از این میترسیدم. خیلی زن جالبی بود، ولی خیلی برای من زینب عقب مونده ای که کلمه کیر و کس تو عمرم، یعنی اون موقع من تو زندگیم، تو 8 سال زندگیمون با جمال کلمه کیروکوس بخوای بگی سن آشنا بشی این آدم، با کلمه گوز که میگفتم من از تو اتاق فرار میکردم، چه برسه کیروکوس کردن از این حرف. خلاصه این برای من یه درس شد، آموزش کلاس شد. زهرای فاحشه من خیلی بهش خوشم اومد. چرا؟ چون خیلی صادق بود، زنها رو مردها رو که تور میزد. منم اون موقع اخلاقی میگفتم آخه چرا این مرد که زن داره به دلت اصفل و صاف بنین که زن داره، به من چی که زن داره؟ من این حال نگاه کن، دستبنده طلا رو برای من خریده، من به این فکر میکنم مثل تو احمق باشم. من اینقدر برام جالب بود آشنا شدم با این، بعد خیلی زن جالبی بود. با مامانش هم زندگی میکرد، خودش هم گفت لباس عروسی ما میدوزی. من هر دفعه برم خواستم برم خونهش دوستشم یه چیزی هم ببرم، البته از خونه مامانم اینا میبردم. اون یه بار ماهی سفید براش بردم. کی بود باش تو آشنا شده بودم. خلاصه من وقتی با این میرفتم با زهرا بیرون خیابون، من اون موقع که این چیزا رو که نمیدونستم، بعد یه دفعه میدم همه بوغ میزنن. من گفتم تصادف شده، کجا تصادف شده؟ نگاه میکنم ببینم کدوم ماشین مثلا به هم خورده، مثلا تصادفش. یه دفعه میدم به ما دارن، بعد میدم که پیش 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 پیش. یکی سوت میزنه یکی فلان. من گفتم وای چرا اینا چقدر جاله. اون موقع ناراحت میشدم ولی به همش کپ میکردم، گفتم ای چجوری این همه ماشینا فهمیدن که
مثلا از کجا میفهمن که برای این اینجوری چیز میکنن؟ میفهمیدن دیگه، میفهمیدن، مردم میفهمیدن. تو خیابون نمیتونستم باش را برم، یه دفعه میده که تو خیابون انقدر این من ازش خوشم اومده بود. یه بار آوردم با صادق کار، ما یه تیم ورکینگ داشتیم، صادق کار مسئول این چیز ما بود، گروه روان درمانی ما بود. من گفتم صادق کار من میخوام یکی رو بیارم در موردش باش حرف زدم. گفت این زهرا رو بیار، این زهرا رو بیار، با هم دیگه آشنا بشین، من باهاش یه برنامه های روان درمانیم سوالام و اینا رو ازش بکنم. گفتم آره بابا خیلی مهمه، اینقدر راحت جواب میده، اینقدر خوب برخورد میکنه که اصلا واقعا یه پروژه است. ما این زهرا رو آوردیم، صادق کارم نشسته، صادق کار که کاری که ما کلا میرفتیم مریضای اندستیج ببینیم فلان ببینیم، کل کارهای روان درمانی با هم انجام میدادیم، خاک تو سر این آستینم باشه که هیدم بدم باید برم اینجوریش بکنم. بعدم میاد دیگه یه راه حلی بیاید بگید بچه ها چیکار کنم اینو، بعدم میاد اینجوری بیاید تو پی وی من بگید که من چیکارش کنم. خودم نمیکنم، فقط راه حلش رو بگید انجام بدم، دوخت و مخت و فلان و اینا رو انجام. اون چیزم فوزیه درست کرد، انقدر خوشگل درست کرد یادم نره، بعد بیام زنگ بزنم فایشن بهت. فوزیه ببینید چیکار کرده. به احمد گفتم احمد تو درست میکنی؟ گفت نه کار چه فوزیه درست کرد، بیا بولیزی که خودش فکر کنم برای من خریده یا چی، بولیزه رو کردیم اینجا دیدید خیلی فوزیه وارده. حالا بریم سر زهرای فایش. زهرا کجا بودم؟ صادق کار اومد و صادق کارم که روانشناس 20 سال کار روانشناسی انجام داده، لکنت زبان درمان کرده، معتادا رو فلان کرده، سرطان انواع اقسام بیماری ها رو معالجه کرد. صادق کار خوب واقعا هم خیلی کاراش جالب بود، خیلی برای من جالب. صادق کار نشست، من نشستم، زهرا رو موبرت گفتم زهرا بیا بریم با یه روانشناس ما آشنا شو. اینا رو همه رو تو کتاب زینب نوشتن. ما این کافمون هم تموم شد، صادق کار شروع کرده شما سوالای مختلف به قول معروف شرح حال گرفتن، این هر سوالی کرد این جواب داد، چه جوابایی، بعدش لباشم فلان، ادا اطفاراش فلان. من دیدم صادق کار دیگه داره سرخ میشه فلان میشه، اصلا روانشناس در مقابل این زنه کم آورد. اونجا ما یه ساختمانی بودیم که ما تازه من و جمال اجارش کرده بودیم، حالا موقت حالا کار ندارم، کلیدش دست من بود، من دیدم در زدم، رفتم در رو باز کنم، باید از اون اتاق خارج میشدم دیگه، رفتم در رو باز کنم، تو راه رو پستچی بود، اومدم در رو که چیز کنم، یه دفعه دیدم یکی دامن منو پشت من لباس منو داره میکشه. برگشتم دیدم صادق کار زینب منو با این تنها نذار، گفتم گفتم چه خدمتون، مثلا شما فکر کنید شفتون کسی که باهاش دارید کار میکنید خیلی رابطه خیلی خوب اینجوری اومده تاسته، منو با این تنها نذار. گفتم صادق کار تو چیزی مثلا روانشناسی، تو درمانگری، چی کردی مگه برای اینگیری؟ بابا من الان میام بزنید پستچی رو جواب بدم. گفت اصلا نمیتونم من با این زن تنها باشم. گفتم این زن همه ما رو یه جا نمود، همه ما رو دختره وار چیز بود دیگه، هر جا میرفت همه کم میابردن مقابلش کم میابردن. من برگردم گفتم زهرا تو تمام روانشناسی این آقای روانکاو رو به هم زدی،
نتونست با تو توی اتاق تنها باشه. پس ضعف این داره، نه تو. یه بارم میرعلی رو همه میشناسن تو مرند، میرعلی طالبی. میرعلی طالبی تو مرند دعا نویسه، از دکترا بیشتر مراجعه کننده داره. میدونین چقدر آدم و صفای میستن تا این میرعلی فامیل ما به من میگفت حضرت زینب. البته الان نه ها، الان فکر کنم که میگه نه من میگه خانمو نمیشناسم. احتمال زیاد اینجوری بگه، احتمال زیاد. بعد اون موقع به من گفت حضرت زینب. میرعلی چون زنش یه زن سرد مزاج بود، باشم اکثرا اینجوری هنده، اکثر کسی زن و شوهرها بعد از یه مدت خواهر برادر میشن. بعد میگفتش زن من دوست نداره با من سیکس کنه فلان اینا، من هم زن یه زن سیغه کردم چی 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 چیزی با الانم زینب الانم دنبال زنه. منم اینو دیدم گفتم بابا اینو برم به این میرعلی معرفی کنم. گفتم میرعلی بیا بیا، من یه خانومی هست، بیا تو رو با این معرفی کنم. اصلا دیگه حشر مشر تو رفته، رفته دیگه، حشر مشر تو میره دیگه. البته اون موقع اینجوری صحبت نمی کردم، الان اینجوری صحبت میکنم. اون موقع زینب من تو چیز رو چادر داشتم، مغنهه داشتم، بعد صحبت ها مؤدبانه بود و خیلی اخلاقی بود و خداپسندانه بود و اصلا دیگه این کلمات و شهوانی مهوانی نمیگفتم که اصلا اینجور چیزا رو. اومد رموه، رمو اومد. ببین درست سر ساعت 12 اومد. باید این میرعلی رو تر رمو بیستو اوکی کم نو بزن ایس آف. خب حالا این چیزو بگم بهتون، داره ما بیاد با باش میرم دیگه. میرعلی رو بردم پیشه، میرعلی گفت باشه باشه بریم دیگه. دنبال زن بود دیگه میرعلی، همین دعا نویسه شما تو مرند که تو صفایست داده. هیچی ما میرعلی رو بردیم، این زهرا رو بردیم پیش میرعلی رفتیم، یا نه 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 با میرعلی رفتیم پیش زهرا. وایستید او هست این هوند اوکی ایس کاین پروبلم وارتما وایستم این وارتما وارتما رمو کم تو اونز اینم بیا او دست فارکارتی من آخه که تایگمال دستو من این فارکارت هست بچه هیا من این فارکارت بچه بری من فارکارت مرسی مرسی ایش دارف دیش نیش کسن نه من اینو نمیتونم ببوسم آبا دارفش زوم آخه نه یه ذره اینجوریش بکن اجازه دارم اینجوریش بکن اون دیگه تستیر این چی ها کنسومیش 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 من میشنس. خب بیا 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 Viertel Uhr setz dich bis hier. Oder komm zu mir, bei mir setz. Okay, setz dich hier. Ja, okay, sech. Hier kann mich in immer wach dori man. Bitte. Bodo 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 unja. Da, da musst du das setzen. Okay, so kann ich komme ich zu dir auch. Ich hab bitte eine tanha nem salam. That is lucky. Lucky. Lucky bia. Onam jurabai man didit. Khob. چون حالا بچه چیز رو میگم زهرای بایشن رو میگم بعد میگم اوکی پس این بره با سگش بازی کنم ایش گه دورد ایستیت سه خب یه 4 دقیقه مونده دیگه هیچه ما میرعلی رو بردیم اونجا با میرعلی رفتیم پیش زهرای بایش زهرا هم قشنگ همه رو حاضر بود با همه آشنا بشه
آفرین بهش، چقدر زنه، خیلی خوشم اومده بود اون موقع، ولی همچنان میترسیدم. الان بیاد پیش من خیلی خوشم میاد دیگه، بیاد الان. خلاصه ما یکم نشسته بودیم، یه دفعه دیدم میرعلی دست منو اینجوری گرفته، گز گز دو جداخ، گز دو جداخ، یعنی دختر پاشو بریم. گفتم کجا با کم کم باز لیت آکه نه 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 نخ نیش نخ نیش نخ نیش ایش بین ایش کن نیش دن ماین لایو انترویو ویرت کم نه 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 نخیر 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 هیچی لید لید بذاره، یعنی آهنگ بذاره. ما این آهنگ یه دفعه دیدی کپی رایت موپی رایت داره و لایومون به هم میخوره. این 5 مینوتم بنیش فرتیک هیچی بچه، الان تموم میکنم، نمیخوام این زیاد بشه، براش آهنگ میذارم تا اون چیز تا اینا رو جمع کنم. هیچی دیگه دست منو گرفت گفت گز دو جداخ، یعنی دختر پاشو بریم. بعد اومده گفتم برای هیچی بابا من آوردم تو آشنا بشی دیگه اینا، یا کم اولدردن منو ها یا خطه بیدن و گویدی بیدن زمله همزی گوتن ها که جراخ چی میخواد واس موشستو نیه من تهیه هم لکی لکی اوکی لکی واسا میخواد بیا تو این واسای خودمون کاسه ای که برنج میپزیم براش آب بدیم بعدم بخوریم بیا بیا لکی مکی بیا 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 واسا کوفت کن واسا کوفت کن خب ببین اینم تو اینم فارسی رو فهمید و بهش میام بیام واسا کوفت کن، یعنی آب کوفت کن، نه فهمید. الان میرم باش میرخصم یه ذره میرخصم. خلاصه بچه ها میرعلی رو گفتم بابا پاشه خواستید بره کتاب زینب رو بخونید. من امروز زهرای فاحشه رو میذارم توی کانال، تو چیز که نمیشه گفت، تو هستش، اینم تو استوریش میکنم، دارم داستانش. خلاصه دورت معنی ها بودم. خلاصه ما اومدیم بیرون، گفتم میرعلی تو مگه نمیگفتی من آدم شهوتیم و من خیلی شهوتم بالاست؟ خب اینم گفت من نه دیگه، این دیگه داشت منو با لباشم، حالا یه چیز ترکی گفت، ترکی دیگه نمیگه، گفت با لباش دیگه ما رو داشت میکرد دیگه، من نمیتونم از عهده این برمیام، اینم از زیبا سنالله سنالله بابا بیدان معمول خانم، بیدان معمول خانم. خلاصه اینم یه تجربه بود. بلنشی بریم، بیا 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 اینجا پای با کم کم میت لاکی لاکی پاکی بریم بچه ما بریم. اینم سایه آب، اوکی اوکی تویش یا خب اینم آبش خب یادش. لاکی بچه ها میدونید این لاکی 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 بچه ها میدونید این سگ تخصصیه دیگه، این اجازه داره حتی فروشگاه ها بره و اینا، این همونیه که خب باشه 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 باشه، من از خوشم اومده بود اتفاق. اوکی هست تو که دوشت؟ یا حتی یا پسی خب دوشه بیا بره دارفش دیش ریشه بیشه بس نیه بس نیه بس نیه بس نیه بس نیه نه گود ریشه ای خیلی یه نخوند نه 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 ریست رو گود بچه ها من اینو گفتم اجازه دارم تو رو بو کنم، بو کرد بو کردم خوبه خوبه خوبه، امروز میتونم باش بره خوبه بچه ها بریم بیا کم کم بیر کنن آب گود بای زنگن گود بای کم 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 گود بای بچه ها گود بای گود بای میخواییم بریم اینجا. اگه بیاد اگه این بیاد با من هموم که من روح کله با ما کم سومیت میر دوشن ارگند با یا ایگوان ماقی یا ارگند بای بچه ها چه خبر خوبی ایگوان که مثل زنبان مثل اسفنباد. خب گفتم اول خوشحال شدم گفتم با من میای دوست بگیری یه زمانی، این هنوز فقط اجازه داده اینجوریش کنم بوسیدن و اینا که اصلا دارفیش بیسشن این هیا کوسه نین نین دیدید نین کوسه نه فقط اینجوری فقط اینجوری میتونم بکنمش اینجوری اینم اجازه داده. ولی بعد به من گفتش که خوشحال شدم گفتم شاید یه روزی با من بیاد دوش بیاد خیلی خوب میشه. گفتم گفت آره ولی بعد تغییر داد گفت بادن نه دوشه بادن، یعنی که بیدیم
اشوین باد یعنی بریم من بیرم ایش هبه این کارت بیکنیم تو زنگی ویل هرموز بیکنیم ایش هبه این کارت اشلا دیش آی اشلا دیش آی خب منم حالا این منو دعوت کرده منم اینو دعوت کردم بریم اشوین باد یعنی سویمینگ یعنی استخ میریم با هم دیگه اونجا قبول کرده که فقط با من بادم یعنی بره توی استخ نره توی همون کم کم بیاد دیگه همون با بزد یا باشم لنگزم 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 بکنیم بیشه اوخ ناخیر اوخ دوشه نه دوشه نه اسم دوشه نه نیارید نیارید فعلا بادن بادن فقط بادن یعنی فقط میگه فقط من تنها میرم دوش بابا من 9 سال تلاش کردم تا این تونسته اجازه بده اینجوری بای بای تا بعد بای 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 بای